سلام خانم های عزیز، برای دوخت یه برگ ما نگاه میکنیم ببینیم برگمون اندازه برگمون چقدر هستش. اینجا الان برگی که من دارم میزنم یه برگ نسبتا کوچیک هستش، پس بنابراین درجه زیگزاگ رو من روی 3 قرار دادم. اگه برگمون یه مقدار پهناش بیشتر باشه روی 7 میذاریم. ثابت کردن کار زیگزاگ هم به این صورته که ما این پدال رو میکشیم یه مقدار جلو وسط کار، بعد با این قسمت انگشتون به این صورت سفتش میکنیم، محکم الان با ایستاده روی 3 هستش اینا. بعد شروع میکنیم به دوختن. برای دوخت یه برگ از این گوشه کار شروع میکنیم و وقتی که داریم کار رو میدوزیم ببینید نوک گل برگ من الان سمت بیرون هستش و وقتی که نوک برگ میخوایم بدوزیم دقیقا نوک برگمون سمت قسمت داخلی چرخمون قرار میگیره و سمت بعدی برگ رو که میخوایم بدوزیم دقیقا نوک گل برگمون به سمت زیگزاگ قرار میگیره، به این صورت که الان من میدوزم. یه بار دیگه بگو. همینه که ببینیم به این صورت الان من نوک گل پایین قسمت پایینی گلبرگ رو دارم میدوزم. زمانی که دارم این کار گل برگ رو میدوزم دقیقا نوک این گلبرگمون رو نگاه کنید، دقیقا به این صورت به این نوک گلبرگمون به سمت بیرون کار قرار گرفته، بیرون چرخمون قرار گرفته. این نوک گلبرگ وقتی که داریم میدوزیم دقیقا نوک گلبرگمون و سمت بدنه چرخمون این قسمت قرار بگیره و وقتی که این سمت کار رو میخوایم بدوزیم دقیقا نوک گلبرگ برمیگرده و سمت زیگزاگ چرخمون قرار میگیره، به این صورت که الان من اینو دارم میدوزم. ببینید شروع کار یعنی الان من اومدم وسط کارم و وقتی هم که سمت دیگه گلبرگ دارم میدوزم نوک گلبرگمو به سمت زیگزاگ چرخمون هست. من این برگو خیال دارم با سایه روشن براتون دوخت بزنم. الان این سمت گلبرگ دارم میدوزم. ببینید وقتی که به وسط نوک گلبرگمون رسیدم نوک برگمون به سمت این پدال خود داخلی قسمت داخلی چرخمون قرار گرفته و حالا این سمت کار رو میخوام بدوزم. دوست دارید چرخش دست من رو نگاه کنید، به این سمت برمیگرده یواش یواش. خیلی احتیاج به زیگزاگ پر زدن نیسته چون که ما برگمون رو با سایه روشن پر کنیم، پس یه مقدار کمتر دوخت میزنیم چون که رنگ بعدی روی این کار رو میپوشونه. آخر کارمونم زیگزاگ روی ساده دوزی میداریم و یه سر قایم میزنیم به کارمون. این از رنگ اول کارمون که دوختیم. الان من نخمو عوض کردم و با رنگ روشنتر قسمت های دیگه برگمو میدوزم. بازم با همون صورت، یعنی اینکه ابتدای کار داریم میدوزیم نوک برگمون بیرون قرار میگیره و وقتی که وسط کار داریم میدوزیم نوک گلبرگمون به طرف بدنه چرخمونه، به این صورت که الان من میدوزم و شما ببینید. ببخشید درجه زیگزاگم رو تنظیم میکنم و میذارم روی 3. ببینید دوخت رو انجام میدیم، گاهی وقتا یه
یه سایه ای هم تو دوستای قبلیمون میریم. و در انتهای کارمون وقتی که دوختمون تموم شد زیگزاگو خلاص میکنیم و یه ساده دوزی روی کار انجام میدیم. این برای سرقایم کارمونه. برای دوخت وسط این گلبرگ های کوچیکمون من از پهن و باریک استفاده میکنم، به این صورت که شروع کار یه مقدار زیگزاگ باریکتر و یه مقدار پایین کارمون کمتر میگیریم. برمیگردون این کارو به این صورت دوخت میزنیم. وسط گلبرگمونو، وسط این گل کوچیکمونو رنگ زرد استفاده میکنیم. من نخو عوض میکنم. چون که وسط گلبرگمون خیلی کوچیکه از زیگزاگ خیلی کم استفاده میکنیم، میتونم روی دو وسط گلبرگ رو با رنگ زرد پر میکنیم. برای اطراف گلمون هم از رنگ صورتی روشن استفاده میکنیم. دوخت این گل برگ‌های گلمون مثل این برگ‌هایی که توضیح دادم باید به اون صورت دوخته بشه، یعنی اینکه از گوشه کار که داریم شروع میکنیم گل برگمون به سمت بیرون هستش. روی یه زیگزاگ ثابت میذاریم، من روی 4 میذارم، دور این گل رو به این صورت میدوزیم. ببینی الان وسط گلبرگمم، وسط گلبرگمون به وسط خود چرخمون قرار میگیره. و
و وقتی که این سمت کار رو داریم میدوزیم، سمت گلبرگمون به طرف زیگزاگ هستش. حالا داخل این رو با همین روشی که الان گفتم با زیگزاگ پر میکنیم. آرومتر بدوزم، من یه مقدار آرومتر سعی میکنم بدوزم. صورت داخل برگمون، گل برگمون پر میشه. یه سروای من انتهای کار